وزارت کشور رژیم آخوندی برای جلوگیری از تظاهرات سالگرد قیام 18 تیر اقدام به برپایی ستاد بحران در این وزارتخانه کرد. افراد این ستاد شامل وزیر کشور رژیم پاسدار مصطفی محمد نجار، وزیر علوم کامران دانشجو، استاندار تهران مرتضی تمدن، احمدی مقدم سرکرده نیروی انتظامی، محمد رضا نقدی سرکرده بسیج، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل رژیم، مصلحی وزیر اطلاعات، جعفری سرکرده سپاه و شمار دیگری از سرکردگان دستگاه‌های امنیتی و نظامی رژیم می‌باشند. این ستاد به کلی مزدوران نظامی، انتظامی، سپاهی، بسیجی، اطلاعاتی و قضایی رژیم آماده باش داده و طی اطلاعیه‌ای دانشگاه‌ها را از 15 تیر تا 25 تیر تعطیل کرده و اجازه رفت آمد به دانشگاه‌ها را از همه سلب کرده است. این در حالی است که در برخی از دانشکده‌های دانشگاه تهران آزمون پایان ترمشان تمام نشده است. بر اساس دستورات ستاد بحران باید کلیه خوابگاه‌های دانشجویی از جمله خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران طی این مدت تعطیل باشند. مدیریت خوابگاه‌ها باید از ارائه خدمات به دانشجویان خودداری کنند و سلف سرویس‌ها تعطیل شوند. برای محکم‌کاری آب و برق بسیاری از خوابگاه‌ها را هم قطع کردند تا اقامت در خوابگاه‌ها را عملاً غیر ممکن کنند و دانشجویان را مجبور به ترک خوابگاه کنند. فشار برای تخلیه خوابگاه‌های دانشگاه تهران به حدی بوده که برخی از دانشجویان حتی اجازه جمع کردن وسایل خودشان را نیز ندادند. این اقدامات سرکوبگرانه علاوه بر تهران در اغلب دانشگاه‌های کشور به اجرا گذاشته شده است، اما هیچ کدام از این اقدامات سرکوبگرانه نه تنها دانشجویان را وادار به تمکین در برابر مزدوران خامنه‌ای نکرده، بلکه مقاومت آنان را افزایش داده است. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در خوابگاه مجیدیه از دستورات کارگزاران رژیم برای تخلیه خوابگاهشان سر باز زدند و دانشگاه پیام نور کرج به مناسبت سالگرد دستگیری دانشجویان دست به تجمع اعتراضی زدند و با شعار ما تا آخر ایستاده ایم امتحانات را مختل کردند. دانشجویان دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز در برابر یورش وحشیانه مزدوران بسیج به تجمعشان ایستادگی کردند. همچنین شعارنویسی علیه خامنه‌ای و پخش تراک در اطراف دانشگاه‌ها و خیابان‌ها توسط دانشجویان و دعوت مردم به تظاهرات روز سالگرد قیام 18 تیر به طور گسترده‌ای جریان دارد و دانشجویان با کشاندن اعتراضات خودشان به بیرون از دانشگاه نشان دادند که دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.